تظاهرات در همین لحظات در برابر زندان وین. این آخرین تصویرهایی است که از ایران رسیده. شعار تغییر پیدا کرده. تا به حال میگفتن نترسیم نترسیم، ما همه با هم هستیم. میگن بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم. نگاه کنید، ما همه با هم هستیم. بترسید بترسید، 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 ما شعار تغییر پیدا کرده و خیلی با معناست هم میهنانم، خیلی شعار با معناست. تا به حال این شخصیت ها و این کشور ها و این قدرت ها متهم شدن به اینکه تظاهرات رو در اپر و ملایر و بندر عباس و اهواز و شیراز و ایزه و اصفهان و شاهرضا و خمین و خمین شهر و مارشهر و کرج و تهران برگزار کردن. اول که گفتن علم الهدا، بعد گفتن احمدی نژاد، بعد گفتن اسرائیل، بعد گفتن CIA، ایالات متحده آمریکا، بعد گفتن عربستان سعودی، یک نوبت هم گفتن مصر و عربستان سعودی و اردن. همیهنانه مصر و عربستان که این حرفان امروز آقای خامنه‌ای هم تکرار کردن. در برنامه امروز به آقای مهندس امیر شهرتی اون رو هدایت بکنه، سمیان سپاس گذارم. برنامه های دشواریست، با دو شخصیت نخبه خواهیم بود، یکی آقای دکتر رامین پرهام، یکی آقای دامون گوریز. آقای دامون گوریز فیزیک مکانیک خونده، همینطور فلسفه و علوم سیاسی، فارغ التحصیل دانشگاه های هلند و در اونجا تدریس میکنند. و همینطور آقای دکتر رامین پرهام که چهره آشنا برای همه شماست و میدونم چقدر بهش مهر دارید. پریروز که من در این تظاهرات بودم در برابر ساختمان فدرال و ویس بود، شما زیادی از هموطنان جویای حال رامین عزیز بودن. رامین برام عزیز، دامون گوریز عزیز، درود بر شما. درود بر شما میبادی عزیز و محترم، و همینطور به دامون عزیزم و به همکاران شما آقای میبادی و بینندگان. بریم دامون جان، سلام با گوشیم، بفرمایید. منم درود میفرستم، گفتم منم سلامی بکنم و درود بفرستم به شما. برای اولین بار خدمتتون هستم، خیلی خوشحالم، امیدوارم که بتونیم به پرسش‌های شما و بینندگان عزیزتون پاسخ بدیم. ما هم قبل از اینکه بحث شروع کنیم، میدونم که بچه‌ها در هلند همیهنانم دارن یک شب بزرگداشت میگذارن، شب حمایت از هموطنان خودشون با مشعل و شمع. دامون جان ممکن درباره یه توضیح مختصر بدی؟ خواهش میکنم. تعدادی از دوستان به من خبر دادن که قرار هستش که روز شنبه همین هفته 13 ژانویه در میدون دام که شناخته شده هست در آمستردام، با شمع و مشعل برای یادبود کشته شدگان این تظاهرات سراسری بدون هیچ وابستگی به هر گروه و دسته یا فردی کنار هم جمع بشن و اونجا هم یادبود داشته باشن و همینه که کنار هم بتونن اسامی این کشته شدگان رو مرور بکنن و اسامی کسانی رو که حداقل معلوم هستش که الان در زندان ها هستن، چون همونجور که میدونید متاسفانه 3 نفر از جوانان ایران ما در زندان به ادعای رژیم خودکشی کردن، ولی به نظر میرسه که قضیه بیشتر از این هست و ترس این رو داریم که شاید کسان دیگه همین اتفاق براشون بیفته و لازمه که این یادمان ها رو داشته باشیم در جاهای مختلف اروپا. امیدوارم که این موضوع ادامه پیدا بکنه. خب دستگاه تفکر رامین فرهام دستگاه خلاقی است. ببینیم که چه نگاهی داره، چه دریافت هایی داشته تا این لحظه از اون چیزی که در میهن مملکتش گذشته. رامین جان، دکتر فرهام، ما سراپا گوشی. بله ببینید، ایران درد مشترک همه ماست و یکی از به نظر من برجسته ترین ویژگی های خیزش اخیر در 4 گوشه کشور این بود که نشون داده شد ایران درد مشترک همه ماست.
نشون داده شد که مردم در چهار گوشه کشور، حتی از شهرها و شهرهای کوچک و مناطقی که اسمش رو خیلی از ما حتی نمیشناسیم، من لااقل واقعا خیلی جاهاش رو نمیشناختم، ولی چون این خیزشی به معنای جغرافیایی دقیق کلمه سراسری، چون این خیزشی که نسل جوان این کشور 95% تمام کسانی که دستگیر شدن دهه 90 هستند گویا، یعنی نسلی که باید روی ویرانه های حکومت اسلامی در ایران، ایران آینده رو بسازه، خیزشی از لحاظ جغرافیایی سراسری و خیزشی جوان و ضد حکومت آخوند، از آخوند و برای آخوند، و با هدف برپایی حکومتی از مردم و برای مردم. به نظر من ویژگی برجسته اولش اینه که همه نشون دادن، همه فهمیدیم که ایران درد مشترک ماست. نکته دیگه که میخواستم بهش اشاره بکنم همین ماهیت، این ماهیت جوان این خیزش بود و چرا امروز گفتید دارن شعار میدن در مقابل اوین بترسید بترسید ما همه با هم هستیم. شاید ویژگی دومش این باشه که ترس اردوگاه عوض کرده. این اگر تا به حال این نظام بود که ترس رو به انواع اقسام مختلف انداخته بود تو اردوگاه مردم، انداخته بود تو اردوگاه ایران، چون واقعا یک کشوری است که اشغال شده توسط یک فرقه، الان ترس داره اردوگاه عوض میکنه، یعنی ترس داره از میان مردم، از مردم منتقل میشه به حکومت. برای همین با هوشیاری و به درستی دارن فریاد میزنن بترسید بترسید ما همه با هم هستیم، چون ترس داره اردوگاه عوض میکنه. ترس رفته تو اردوگاه فرقه تبهکار حاکم و این مردم هستن که بیش از پیش دارن جرأت میگیرن، بیش از پیش دارن به خودشون میان که کشور رو باید نجات داد، که ایران درد مشترک ماست. اگر این کشور، اگر ایران رو نجات ندهیم، ده ها میلیون ایرانی آواره خواهند شد، از بین خواهد رفت مملکت، ده ها میلیون ایرانی واقعا آواره خواهند شد به دلایل مختلف که بعداً صحبتش خواهیم کرد. در نتیجه دو ویژگی به نظر من برجسته در میان ویژگی های دیگر، این که این جنبش سراسری نشون داد ایران درد مشترک ماست، و دیگر این که ترس داره اردوگاه عوض میکنه. آقای دامون گلریز عزیز، ببینیم که دریافت دامون گلریز به عنوان شخصیت متفکر از اونچه که در میهن مملکتش میگذره چیست؟ دامون جان، سرابا گوشیم. خواهش میکنم. خیلیم. ببین، بعد از صحبت رامین عزیز، من فکر میکنم، من سعی میکنم از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنم که شاید جالب باشه هم برای شما و هم برای بینندگانتون، چون اصل موضوع رو رامین عزیز مطرح کرد. من نگاهم رو میبرم به طرف این رسانه‌های جمعی مثل توییتر، اینستاگرام، فیسبوک و غیره. میدونید الان انسان کنونی ما در اصل واقعیتش اینه که در دو دنیا زندگی میکنه، یه دنیای واقعی روزمره است که الان من و شما هستیم، یه دنیا هم دنیاییه که به صورت ویرچوال، به صورت اینترنتی افراد دارن و اونجا هم برای خودشون زندگی دارن و اتفاقات خیلی مهمی در این دنیا میفته. مثلا خیلی جالبه این سطح گفتگوها و کنش و واکنش ها و گفتمانسازی هایی که در سطح مثلا توییتر اتفاق میفته. میدید جایی شده که من یه مثال میزنم، آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران که میدونید تازگی ها بعد از این اتفاقاتی که در ایران افتاد یکی جوک درست کرده بود، میگفتش که دیگه تفاوتی نیست بین احمد خاتمی و محمد خاتمی، تقریبا یکی هن، چون یه موضع گیری رو کردن در مورد این اعتراضات سراسری. آقای احمد خاتمی میاد توی توییتر یه فیلمی میذاره و میگه که من وارد شدم و از این بعد میخوام دیگه توییت کنم.
به فارسی، در صورتی که توییتر در ایران ممنوعه، یعنی توییت کردن ممنوعه، در صورتی که ممنوعه هم آقای ظریف هم خامنه ای اینا همه توییت میکنن. میاد اونجا و این بچهای ایرانی فارسی زبان با هزار مشکل از این صد مشکلات اینترنتی که جمهوری اسلامی درست کرده رد میشن و یک کاری میکنن که در عرض یک هفته این توییتر رو ول میکنه میره. واقعیت اینه که، و این فقط یک مثاله، مثالای زیادتر از بیشتر از این میشه زد. واقعیت اینه که ما به جز دنیای واقعی الان در دنیای اینترنتی اتفاقاتی داره میفته که این اتفاقات خیلی مهمه و این کمتر در رسانه‌ها در مورد صحبت میشه. نمونه بعدیش اگر اجازه بدید من در مورد همین هشتگی هست که به نام ایران پروتست استفاده شد، یعنی تظاهرات سراسری یا ایران پروتست، که آقای ترامپ و کابینه ایشون هم از این موضوع استفاده کردن و پیام دادن و این هشتگ رو استفاده کردن. ببینید هشتگ یک کلید واژه‌ایه که کسی وقتی این رو بگذنه توی قسمت جستجوگر توییتر مثلا میتونه تمام پیام‌ها رو بیاره، تمام پیام‌هایی که برمیگرده به این هشتگ. یا تحریم صدا و سیما، روزنامه گاردین کاری که تعدادی از بچه‌ها دوستان خود من انجام دادن به نام تحریم صدا و سیما به انگلیسی باعث شد که روزنامه گاردین که یکی از چپ‌ترین و در اصل میشه بگیم نزدیکترین روزنامه‌های انگلیسی زبان هست به طرف اصلاح طلبها، اعتدال طلبها و حتی اغلب آیت الله ها، حتی بچه های قبلی فارس نیوز هم اونجا کار میکنن، میدونی یه همچین روزنامه میاد و میگه که ایرانی ها به شدت مشغول هستن که بتونن تحریم صدا و سیما رو از طریق آمریکا رو اعمال بکنن. میخوام بگم که یه دنیایی در اونجا هست که این دنیا دنیا خیلی مهمیه. خوبه که در کنار صحبت های خیلی خوب رامین ما در این مورد هم با هم صحبتی داشته باشیم. گزارش آخرین گزارش که من دیروز دریافت کردم اینه که دولت ترامپ هفته آینده صدا و سیما رو تحریم خواهد کرد. حالا بعدا از دامان عزیز خواهم پرسید که در صورتی که صدا و سیما تحریم بشه پیامدهاش چیه. آقای رامین پرام عزیز، رامین جان، خب درسته کاملا، یعنی گردش اطلاعات و اخبار همیشه مهم بوده و در دنیایی که الان درش هستیم و به خیلی از زوایای سنا مجازیش، اون چیزی که بهش میگن فضای مجازی، اینترنت، شبکه های اجتماعی، دامان خب خیلی واردتر از من شناخت درستی از اون چیزی که در این فضای مجازی میگذره واقعا ندارم، ولی این فضا بخشی از عینیت این دنیا شده، یعنی نباید اینقدر رو مجازی بودنش آدم چیز بکنه بمونه فکر آدم روی مجازی بودن که انگار این دنیا به کل مجازی است و هیچ ربطی به دنیای واقعی و دنیای عینی نداره. نه، این دنیا هم بازتاب عینیت این دنیاست و به قدری با عینیت این دنیا یکی شده که بخشی از واقعیت ملموس دنیای امروزه و خیلی از چیزها اونجا میگذره. دان کاملا درست میگه، اون چیزهایی که من میبینم یا میخونم یا به گوشم میرسه و اینها به بخشی از کاری که امروز داره صورت میگیره و رویداد تاریخ سازی که امروز ما شاهدش هستیم، جنگ رسانه‌ای و جنگ رسانه‌ای است. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی انقلاب 57 و نظام برآمده از اون جنگ ایدئولوژیک رو باختن. اینو فکر کنم دفعه پیشم با هم صحبت میکردیم آقای مهودی بهش اشاره کردم، اینو جنگ فروپاشی ایدئولوژیک قبلا شده، جنگ ایدئولوژیک رو باختن و مدت هاست که فکر میکنم بخش کثیری از جامعه ایران به ویژه در نزد جوانترها و زنان ایرانی شاید این نگاه به دنیا عوض شده و جهانبینی اسلامی، جهانبینی فرقه حاکم در ایران، جهانبینی انقلاب اسلامی، جهانبینی خمینی، برای اینکه خمینی هم یه جهانبینی داشت دیگه، جهانبینیش رو توی رساله هاش نوشته،
و تو سخنرانی هاش و اینها. اون جهانبینی اصلا هیچ جای دیگه نداره در اذهان و قلوب به نظر من اکثریت مردم ایران، و اون ادبیات دیگه در اذهان و قلوب اکثریت مردم ایران به نظر من هیچ جای دیگه نداره. در نتیجه جنگ ایدئولوژیک رو باختن، و اینجا شاید بگید که یک پارادوکسی است که چطور جنگ ایدئولوژیک رو باختن ولی آن چیزی که در پیش روی ما هست کماکان بخش قابل توجهش جنگ رسانه‌ای است. جنگ رسانه‌ای که به یک گوشه‌ایش در فضای مجازی دامان اشاره کرد و زوایای دیگر هم داره، به خاطر اینکه خب شما با یک قدرت مستقر در سر کار دارید که گرچه جنگ ایدئولوژیک رو باخته، جنگ عقیدتی رو باخته، گرچه از لحاظ اقتصادی تقریبا کاملا فروپاشی کرده و با خیزش اخیر جنبش دیما، خیزش اخیر ملی در دی 96 وارد به نظر من مرحله نهایی خودش، یعنی فروپاشی سیاسی شده، ولی چون کماکان قدرت مستقره از تمام امکانات یک اتا به قول فرانسوی یا یک ستیت، یک نظام، یک قدرت مستقر استفاده میکنه، قدرت مستقری که روزی 2.5 میلیون بشکه داره نفت میفروشه، استفاده میکنه برای اینکه فضای رسانه‌ای، فضای اخبار و اینفورمیشن و اطلاعات رو پر از گرد و غبار بکنه، برای اینکه بحث‌های انحرافی را بندازه، برای اینکه اذهان رو مخشوش بکنه، تشویش اذهان و عقاید به وجود بیاره. اینها تلاش خودش رو خواهد کرد. ما باید هوشیار باشیم. یکی از نمونه‌های این تلاش‌های واقعا حقیر و مذبوحانه این نظام در همین جبهه رسانه‌ای کار بسیار سبک و تهی مغزانه نویسنده برزیلی بود، پائولو کوئلو، که توییت خیلی سبک و توهین‌آمیزی منتشر کرد و صحبت از کودتا کرد و 1932 کرد و از این حرفا. این گونه تلاش ها را از این به بعد هم احتمالا خواهند کرد. من در فرانسه هم شاهد بودم که یکی از دانشگاهیان فرانسوی که بسیار به این نظام نزدیکه، از دوستان محافل استمرار طلبه، یعنی اصلاح طلبان و به اصطلاح دوروری های رفسنجانی و خاتمی و الان روحانی، حرف های زدن که واقعا خجالت آوره، میدونید، در روزنامه های فرانسه، برای اینکه غافلگیر شده بودن، برای اینکه سالیان سال بود داشتن خلاف اون چیزی که در ایران در دی ماه اتفاق افتاد رو میگفتن و نظریه پردازی میکردن، همون چیزی که در داخل هم اتفاق میفته اینجا به فرانسه شو میگن یا به انگلیسی شو میگن. اینها واقعا نظریه پردازان تباهی هستند، اینا توجیه کنندگان تباهی و نظریه پردازان تباهی هستند و شبکه باید منصفانه گفت شبکه نسبتاً گسترده‌ای جمهوری اسلامی در این ببینید در این 20-30 سال گذشته از اینها در اروپا و آمریکا درست کرده. تعداد زیادی خبرنگار، تعداد زیادی ستون‌نویس، تعداد زیادی دانشگاهی در این شبکه گسترده است که جداً بیش از 20 ساله که اینها کارشون نظریه پردازی سقوط ایران و نظریه پردازی تباهی است و توجیه تباهی است. این از این به بعدم ادامه خواهد داشت و به نظر من در کلام آخر دو چیز رو ما نباید فراموش بکنیم. یکی این که از لحاظ زبان و از لحاظ جنگ رسانه‌ای همیشه باید به خاطر داشته باشیم که دشمن اصلی جمهوری اسلامی است، جنگ اصلی در داخل ایران است و در جریان است. هدف ما به زیر کشیدن و برانداختن حکومت این فرقه تبهکار حاکم در ایران و جانشینی حکومت آخوند از آخوند و برای آخوند با حکومت مردم از مردم و برای مردم، این هدف اصلی است. گرچه در کنارش اگر موردی بود و اهمیتی داشت، اون مورد باید به این گونه حملات هم در خارج پاسخ داد، برای اینکه خواهد بود، از این بعد هم خواهد بود.
تشکر. با آقای دکتر رامین برهم هستیم. آدرس اینترنتی آقای دامان گوریز رو هم امیر شورتی عزیز رو بر صفحه گذاشتن، میتونید ببینید، توییت کنید. اجازه از دامان عزیز من بپرسم، از آقای گوریز، که وقتی میگن تحریم صدا و سیما پیامداش چیه؟ ایشون که بسیار با شبکه های اجتماعی هم ارتباطی بیشتری دارن، شناختی بیشتری دارن، فکر کنم توضیحاتشون برای ما قانع کننده باشه. درود آقای گوریز، بفرمایید. ببینید خیلی مهمه این تحریم صدا و سیما. حالا من خیلی وارد جزئیات فنیش نمیشم، ولی طبیعتا صدا و سیما هم که همه جا دوربین و میدونید کارمند نداره که بتونه همه جا فیلم تهیه بکنه، از اخبار بین المللی شما بگیر تا بقیه مسائل. این تحریم یعنی اینه که در اصل صدا و سیما هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه، مگر اینکه فقط بخواد با دوربینایی که در درون ایران داره بتونه مثلا خبر درست بکنه. تازه اونم که شما میدونید که چقدر مضحکه کاری که انجام میدن. این تحریم صدا و سیما یعنی پرس تیوی، یعنی این تلویزیون های عرب زبانی که جمهوری اسلامی درست کرده به سمت کشورهای خلیج فارس و تلویزیون های حتی انگلیسی زبان و حتی پخش همین حداقل کاری هم که دارن میکنن، از استفاده میکنن از ویدیوهای بین المللی، از راپورتاج های بین المللی برای اینکه بخوان خبر رو توضیح بدن. یعنی این کار دیگه نمیتونن بکنن خیلی راحت. البته این 100% و مطلق نیست، ولی خب شما تصور بکنید کشوری مثل امریکا این کار رو انجام بده و این تأثیرش چقدر خواهد بود در آینده در مورد بقیه کشورها. من فکر میکنم ضربه مهلکی خواهد بود به سازمان پروپاگاندای جمهوری اسلامی اگر این تحریم‌ها جلو بره. و واقعا هم مردم که نگاه نمی کند دیگه، چون به هر حال اگر قرار بود مردم این تلویزیون رو نگاه بکنن، طبیعتا الان اینقدر بیننده ساتلیت های تلویزیونی نداشتن، به نوعی میلیون ها 40-50-60 میلیون شاید واقعا هر روز به همین تلویزیون شما، برنامه شما و بقیه جاها نگاه میکنن. خیلی کار مهمیه و خیلی کار معناداریه. در این حال اگر اجازه بدید من یه چند کلمه در مورد این بحث دنیای مجازی مطرح بکنم. ببینید ما دو تا مشکل و چالش بزرگ داریم. یکی این چالش هستش که بتونیم در دنیای غرب و با همه این رسانه‌ها که رامین عزیز هم توضیح دادن که میدونید آخرش هستش، آخر نظرشون همون نظریه که وزیر امور خارجه آلمان مطرح کرد. در ایران 9 روز 10 روز مردم تظاهرات میکنن در بیش از 90 شهر، 34 نفر تو این تظاهرات ها کشته میشن، بعد وزیر امور خارجه آلمان میاد میگه که من میخوام آقای ظریف رو دعوت بکنم بیایم بشیم در مورد این تظاهرات صحبت بکنیم. یعنی اصلا از این خنده دارتر ما نمیتونیم داشته باشیم دیگه. یه همچین نگاهی نگاه غالب رسانه هم هست، یه همچین نگاهی نگاه غالب در این رسانه هم هست. یعنی وقتی که ژورنالیست نیویورک تایمز در تهران در روز چهارم این اتفاقات میاد به جای اینه که در مورد این تظاهرات ها بنویسه، در مورد تظاهرات جمهوری اسلامی با عکس تظاهرات جمهوری اسلامی نویسه، خب این نشون دهنده اینه که من داشتم این توییتر آقای خامنه ای رو نگاه می‌کردم، دیدم که یه به انگلیسی چیزی نوشتن که با خب اون قسمتایی از حرف مردم که دنبال میدونی مطالبات خودشون هستن رو باید جدی بگیریم و اونایی هم که اختشاش کردن خب نباید جدی بگیریم. خب این عیناً همون تحلیل این ژورنالیست نیویورک تایمز، شما بخونید وبسایتش رو، یعنی انگار اینا با هم دیگه اصلا کاملا سینک هستن. میخوام اینو بگم که ما مشکلمون اینه که بتونیم در دنیای غرب با همه این مشکلات با این رسانه‌ها که داریم اینو بفهمونیم که این اتفاقی که در ایران افتاد برعکس جنبش سبز تمام شد داستان اسلام سیاسی، یعنی بر علیه اسلام سیاسی است. و اتفاقا اینجا نقطه اتصال ما هست با مشکلی که غربیا و به خصوص اروپایی‌ها دارن سر موضوع اسلام سیاسی. یعنی اینکه اگر در ایران اختشاش بشه، چیزی که این وریا میترسن این هستش که فردا ایران میشه مثل سوریه، میشه مثل لیبی و گروه داعش و اینها میان سر کار و رسانه‌ها هم به همین شکل داستان رو مطرح میکنن. اگر ماها همه با هم ایرانی‌های خارج از کشور بتونیم موفق بشیم که بفهمونیم که بابا این داستان اسلام سیاسی از ایران به دنیا اومد،
فکر میکنم بار پیش رامین عزیز اینو مطرح کرد و در همون ایران هم از دنیا خواهد رفت و کشته خواهد شد و ما در اصل نبردمون یک نبرده با شما اروپایی ها. فکر نکنید که اینجوری نیست و دلیل نداره که امثال ظریف رو دعوت بکنید که بشینید در مورد اختشاشات صحبت بکنید. قسمتی از این نبرد گفتمانی از دید من، یعنی این نبرد گفتمانی، خط مقدمش در رسانه هایی هست مثل توییتر، مثل فیسبوک، یعنی در توییتر و فیسبوک هستش که و جاهای دیگه که با این افراد رسانه ها و ژورنالیست هایی هم که صحبتش شد باید بحث کرد و گفتگو کرد و فیلم هایی که از ایران میاد اینا رو استفاده کرد و اینا رو پست کرد، چون خودشون تمایل ندارن به اینها میدونید بپردازن. دیشب یه فیلمی اومده بود بیرون خیلی جالبه، یکی از ایرانی ها رو نشون میده در فکر کنم یکی از شهرهای جنوبی ایران که توضیح میده که من برادر شهید هستم، خودم مجروح جنگی هستم، یک سال و نیم تو جنگ بودم و کارت بسیجش رو با یه فندک جلوی دوربین آتیش میزنه. خب اینو رسانه های غربی خب طبیعتاً دلشون نمیخواد که پوشش بدن، چون که هزار و یک پرسش میارن که تا چه حد این قضیه واقعیه، ما از کجا بدونیم این آقا شخصیتش درسته، همونی که میگه و هزار و یک برنامه. تنها راهش اینه که ماها بتونیم این نبرد گفتمانی که وجود داره در دنیای مجازی رو استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم گفتمان خودمون رو که عرض کردم خدمتتون در مورد اسلام سیاسی اینو بتونیم جا بندازیم، یعنی بتونیم اینو به چند زبان میدونید ترجمه کنیم و از این طریق بتونیم حرف خودمون رو بزنیم و حرف مردم ایران رو بزنیم و این کار خیلی سختیه واقعا که بشه منافع ایران رو کنونی رو و آینده رو پیوند داد با منافعی که در اروپا و این رسانه ها دارن و بشه از این واقعا من اسم واسهشون گذاشتم به نام به انگلیسی به نام آیت الله آپولوجیست، فکر می‌کنم رامین بهتر میتونه ترجمهش بکنه، یعنی نمیدونم حالا دقیقاً ترجمهش چی میتونه باشه به فارسی درست، یعنی کسانی که طرفداری میکنن به هر کاری شما میکنید اینا طرفداری میکنن از آیت الله ها در ایران به خاطر اینکه اونا نوعی از ثبات رو میتونن تضمین بکنن. تشکر میکنم. خب همین اون چیزی که من دریافت من بود این که در ایران اسلام سیاسی زاده شد و ختم قائله، یعنی ما داریم میرسیم به فاز برچیدن اسلام سیاسی و طبیعتا پیامدهاش یا محصول این حادثه، این اتفاق خیلی مهم در تاریخ میتونه نافع باشه به حال بقیه کشورهای دنیا. امروز اروپا داره رنج میبره از جابجایی اسلام سیاسی از منطقه خاورمیانه که گروهای مثل گروه داعش و بقیه گروه هایی که به عنوان سلول های خفته در اتحادیه اروپا فعال شدن. آقای پرهام عزیز، خلأ رهبری، این جنبش، این خیزش در سراسر ایران خود جوش بوده، همه ما میدونیم به 90 شهر ایران هم کشیده، شهرهای کوچک و بزرگ، و این در تاریخ بشریت بی‌سابقه است، در تاریخ کشورهای جهان بی‌سابقه است، جغرافیا و وسعت این خیزش. میخوام ببینم با این خلأ رهبری با چه کار کرد. هم سوالم از آقای دامون عزیز هم رامین پرهام، یک سوال دیگه هم داریم که بعد از گذشت از بازار آگهی ها با اونها در میان میگذاریم. همینانم سوالم از رامین پرهام اینی که اگر امروز قدرت های بزرگ به شما مثلا کاخ سفید تماس بگیره بگه آقای پرهام ما برای مردم ایران چه کار میتونیم بکنیم، مش به طور مشخص به ما بگید ما چه کمکی میتونیم به اونها بکنیم. همینطور این سوال رو از دامون آقای گوریز دارم که بعد گذشت از بازار هم بیانانم نظر دوستان رو جویا خواهیم شد. بنابراین خلأ رهبری و اینکه اگر از شما بپرسن چه کمکی ما میتونیم بکنیم اون لیست چیه، خلاصه اولویت با چیست. ریز هستیم. جالبه که پیام دامون گوریز رو آمریکایی‌ها کاملا دریافت کردن. الان این سارا ایرانی عزیز الان فرانت پیج مگزین رو برای من فرستاد، مطلبی درباره انقلاب اسلامی در دنیا میگه. در 40 سال اخیر تصور ما این بود که پیام این جنبش آزادی بوده و این تصور احمقانه همه ما بوده، در حالی که حرکت به سمت جهادی کردن اسلام بوده.
نظر و بسیاری از تحلیلگرها در ایالات متحده آمریکا در حال حاضر همین حرف رو دارن تکرار میکنن. همه معتقدند که اشتباهات مهلکی رخ داده از روز نخست بر پایه تفسیر و تعبیرها و تعبیرهای غلط و در دوره پرزیدنت اوباما که متاسفانه ابعاد وسیع‌تری هم پیدا کرد، تقریبا شد استراتژی ایالات متحده آمریکا حمایت و پشتیبانی از اسلام تندرو که منجر شد به ظهور مرسی در مصر و روی کار آمدن اخوان مسلمین، یعنی ناوی آن سلول هایی که زیر زمین های مصر وجود داشتن قد علم کردن از زیر زمین بیرون آمدن، قدرت رو به دست گرفتن و باعث تباهی این سرزمین شدن. برمیگردیم عمیانانم. آقای فرهام عزیز به من بفرمایید که با خلای رهبری شباگت کرد. ببینید اون چیزی که در مسئله رهبری به نظر من مهمه و بار پیش هم صحبت کوتاهی داشتیم این است که ضرورت رهبری است. یعنی من با این سخنی که در برخی جاها خوندم و شنیدم در این روزهای اخیر که جنبش میلیونی رهبر ندارد یا به عبارت دیگر جنبش میلیونی رهبری میلیونی دارد، اینها مباحثی که من اعتقادی بهشون ندارم، حالا از لحاظ فکری یا آکادمیک بهشون پست مدرن بگن، پسا مدرن بگن، هرچی میخوان بگن، اتیکتش هرچی میخواد باشه، من چیز اعتقادی به این حرف ندارم و توضیح هم دادم که اصولا اون چیزی که در طول تاریخ چه در آتن 25 قرن پیش چه در عصر مدرن از بیش از دو قرن پیش به این سو، از انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه به این سو، آن چیزی که بیش از هر پدیده دیگری شکلگیری یک رهبری سیاسی رو ضروری می‌داره همین جنبش‌های مردمی است، حرکت‌های مردمی است، همین نظام‌هایی است که می‌گویند پایه من حاکمیت مردمی است، یعنی حضور مردم در سپهر سیاسی و سپهر اجتماعی، حضور مردم در صحنه به قول ادبیات معاصر ایران، اینه که رهبری رو ضروری می‌داره. و در نتیجه در پاسخ به پرسش شما به نظر من اون چیزی که ضروری است شکل‌گیری یک رهبری است. این رهبری نه یک شبه نه دو شبه میتونه شکل بگیره، یک فرایند طولانی است. این فرایند طولانی بخش عمدهش پشت سر ماست، یعنی تجربیات سالهای گذشته رو هم فراموش نکنیم. آقای میبودی، من مطلبی داشتم می‌نوشتم، دوباره برگشتم به یه مقدار از جزئیات وقایع کوی دانشگاه، در وقایع کوی دانشگاه، یعنی تقریبا 20 سال پیش صدها نفر زخمی شدن، بیش از بازداشت شدن، چندین نفر ناپدید شدن، یک تعداد نامعلومی کشته شدن. بعد از اون حدود 10 سال بعد از اون شما جنبش سبز رو دارید و الان از جنبش سبز چیزی حدود 9 سال گذشته. در نتیجه در این 2 دهه گذشته فقط اگر نگاه بکنید ما 3 جنبش کلان در جامعه ایران داریم. اگر 10 سالم به قبل از قیام خیزش دانشجویی 18 تیر بروید میرسید به جنبش های شهری و پیراشهری طبقات فرودست در زمان رفسنجانی. در نتیجه شما اگر در این 30 سال گذشته تقریبا هر 10 سال خیزش های کلان داشتید در جامعه و در نتیجه میشه 30 سال تجربه، 30 سال تجربه و در بطن این جامعه که ما چه چیزی رو نمیخوایم، ما چه چیزی رو میخوایم،
این چیزی رو که نمیخوایم چطور باید بیان میکنیم، این چیزی رو که بر علیهش هستیم چگونه باید شناسایی بکنیم و بیان بکنیم، و همه اینها رفته رفته روی چه نیروهایی، روی چه شخصیتهایی، روی چه ادبیاتی، روی چه گفتمانی، چه بینش و چه چشم‌اندازی میشه تکیه کرد، روی چه نیروهایی، چه شخصیتهایی، چه گفتمانی و چه چیزهایی نمیشه تکیه کرد. هر بار بهشون تکیه کردیم از پشت ما رو خالی کردن، زیر پای ما رو خالی کردن، ما رو تنها گذاشتن. ما حتی تو بارها و بارها بهشون اعتماد کردیم، اینا حتی نتونستن این حق کوچک رو برای ما به دست بیارن که زنان و دختران و خواهران دوستان زن ما و دختر ما بتونن برن تو ورزشگاه والیبال نگاه بکنن. تمام اینا تجربیاتی بوده که الان وارد به نظر من مرحله ملی سراسری شدیم، مرحله‌ای که همه چه در کردستان، خوزستان، اهواز، دسفول، مشهد و تمام جاهایی که شما نام بردید نشون دادن که ایران درد مشترک ماست، درد مشترک ملی شده. این خودش نخستین قدم در راه شکل‌گیری اون رهبری است که شما ازش صحبت کردید. در نتیجه من از خلأ رهبری صحبت نمی‌کنم، من میگم رهبری ضروری است برخلاف آن چیزی که برخی محافل گویا پست مدرن بهشون میگن میزنن. رهبری یک چیز کاملا ضروری است و میگویم که این رهبری داره شکل میگیره. کافیست گوش بدیم به آن چیزی که از درون میاد و کافیست نگاه بکنیم به سپهر سیاسی ایران و کمک کنیم به شکل گیری این رهبری با یک هدف و یک چشمانداز، که اون چشمانداز ایرانه و اون هدف نجات مردم ایران و باز کردن آینده‌ای روشن برای این نسل جوانه که کشور متعلق به شماست. آینده ایران میتواند آینده بسیار روشنی باشد اگر همه ما دست به دست هم بدیم. این به اصطلاح زوایای کوچک رو کنار هم میذارم برای اینکه بهتون بگم که اون رهبری ضروری که دارم صحبتش رو میکنم و شما پرسش کردید در ارتباط با اون داره شکل میگیره و باید شکل بگیره. البته قطعا یک محدوده زمانی داره و در رابطه با خیزش و جنبشی که در درون مملکت ما شکل گرفته و در طلا اینم فرونت پیج مگزین رو خواهش می‌کنم نشون بدید. تمنا می‌کنم عمیانانم، یعنی این پیام دریافت شده، از پیامی که مردم ایران دارن به دنیا میدن، عبور کردن از دخالت دادن مذهب در امر سیاست. دیگه جنبش مردم ایران برچسب به قول دکتر رامین پرهام علی شریعتی نداره، برچسب آل احمد نداره، مارکسیستی نیست، لنینیستی نیست، استالینیستی نیست، طرفداری از انور خوجه نمیکنه، دلش نمیخواد که ایران شبیه کوبا بشه، نمیخواد اتحاد جماهیر شوروی رو منتقل بکنه به ایران، یا نمیخواد از ایران یک چین ماو بسازه. اینا خیلی اتفاقات مهمی است، یعنی اتفاق خیلی مهم، و به هیچ وجه دیگه ما شعار مذهبی در این تظاهرات نمیشتیم. یا حسین، میر حسین، الله اکبر، خمینی رهبر، آقای کروبی و خب آقای دامان گریز عزیز، اگر از شما سوال بشه زنگ بزنن از کاخ سفید بگم که به نظر شما ما چه کمک های مؤثری میتونیم به مردم ایران بکنیم، چی میگی؟ ببینید در مورد رهبری من خیلی بی‌پرده به شما بگم، این اتفاقاتی که افتاده و بعد از 40 سال جمهوری اسلامی، در حال حاضر ما هیچ شخصیتی نداریم که بتونه اون استعداد و پتانسیل رهبری چنین جنبشی رو داشته باشه به جز شاهزاده رضا پهلوی، حرفی که خود مردم و قسمتی از مردم در بعضی از شهرها هم میزنن. پرچم اون شیر و خورشید هست، شعارش هم ایرانگرایی برای ایران. خیلی بی‌پرده. اینی که آیا در آینده این موضوع ازش استفاده بهینه بشه و در آینده این رهبری بتونه اون چیزی رو که مردم میخوان رو واقعا تحویل بده و بتونه گام به گام در کنار مردم حرکت بکنه، باید در آینده دید.
ولی شخصیت دیگه‌ای نیست در حال حاضر به عنوان یک شخصیت که بتونه این اتفاقات رو هدایت بکنه. در مورد سوالی که شما پرسیدین، ببینید قسمتش برمیگرده به مسئله ارتباطات که به نظر میرسه که واقعا در امریکا این رو جدی گرفتن. یعنی من دیدم که دو تا از سناتورها، سناتور پرنفوذ جمهوری خواه، رئیس شورای روابط خارجی کنگره آقای کارکر و که اتفاقا رپابلیکن هم هست، جمهوری خواه هم هست، و منندز که دموکرات هست، اینها نامه‌ای نوشتن برای اینی که بشه ترغیب کرد گوگل و بقیه اینجور شرکت ها رو برای اینکه بشه به نوعی اینترنت و مسئله فیلترینگ در ایران رو بشه حل کرد. قسمتش اونجاست. قسمتش هم واقعا برمیگرده به حمایت معنوی که از مردم ایران میتونن بکنن اعتراضات، برای اینکه نشون بدن که ما به دنبال فقط ثبات نیستیم در اونجا در ایران، بلکه به دنبال این هم هستیم که مردم ایران با آزادی، دموکراسی و سکولاریسم برسن. ولی خب با انتخاب خود مردم، نه اینه که بخواد این تبدیل بشه به اینه که ما یه چیزی بسازیم و بخوایم به شما تحمیل بکنیم. میدونید اینی که واقعا اینها تصمیم بگیرن که حمایت بکنن، کاری که تا الان به واقع در امریکا حداقل انجام شده، در اروپا انجام نشده. و قسمت بعدیش هم برمیگرده به کمک کردن برای اینی که این دایاسپورا، این ایرانیان خارج از کشور در ارتباطی که با ایرانیان داخل دارن بتونن خودشون رو پیدا کنن، ارگانایز بکنن و کمک‌های مالی گرفته تا کمک‌های رسانه‌ای و غیره. بدون، من تأکید می‌کنم، بدون اینی که حتی بخواد این تبدیل به این بشه که اختیارات ایرانی ازشون گرفته بشه یا بخوان به قول معروف دخالتی تو کاری بکنن. این دخالت کردن با تسهیلات فراهم آوردن خیلی متفاوته. ولی من فکر می‌کنم ما خیلی جلوتر از اونی هستیم که بخوایم از صفر شروع بکنیم. فقط باید رو کسانی که نشون دادن که میتونن برای آینده آینه ای از اعتماد رو و آینه ای از نمایندگی از اون جوانای ایران رو و گفتمان داخل ایران رو بتونن نشون بدن، بعد اونا حمایت بشن. این رو درواسی هم نداره، منم آدم نیستم که رو درواسی داشته باشم. یه مشکلی که وجود داره همینه، اینه که ما ایرانی ها در ایران یا خود هموطنان ما در مملکت خودشون قدرتی به نام یه قدرت میانجی ندارن که بتونن لابی کنه برای اونها، در حالی که جمهوری اسلامی در ایالات متحده آمریکا لابی های قوی داره، دفتر دارن، دستک دارن، ارتباط دارن با نیروهای لیبرال. ببینید یک سکوت محض لیبرال ها رو گرفته در این مملکت، حتی نشریات وابسته به اونها. آقای روسو دیگه به نفع مردم ایران بیانیه نمیده، جز خانم کلینتون من ندیدم دیگه. در بین دموکرات ها یه دو تن دیگه هم البته این کارو کردن، ولی بقیه سکوت کردن. حتی آقای ترامپ رو به سکوت دعوت میکنن، یعنی بهترین کاری که میشه کرد سکوته. و این نشون میده که این قدرت میانجی داره خزینه میکنه، داره خرج میکنه. یکی از درخواست هایی که من شنیدم گروه های تسلیم دولت ایالات متحده آمریکا کردن، اینکه آقا چلو اینا بگیر، جلو اینها رو که دارن عملا در ایالات متحده آمریکا علیه مردم ایران، علیه مردم ایران و خواست همیهنان خودشون در این مملکت اقدام میکنن و اقدامات مؤثر انجام میدن چون پول دارن. آقای فرهام عزیز، اگر از شما بپرسن در مورد نظر آقای گوریز پیرامون رهبری که چون اس بردن، شما نظر دیگری دارید یا همین نظر شما؟ ببینید من در رابطه با رهبری پیشتر هم با هم صحبت کردیم. این رهبری، گفتم وارد مرحله ای شدیم که تجارب این حداقل این 30 سال گذشته حتما کمک خواهد کرد به شکل گیری این رهبری. ماهیت ملی و ملی این جنبش که خودش رو در
پهنه سراسری سپهر سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی ایران داره بیان میکنه و این بیان و اون چیزی که در اونجا میگذره اهمیتش دو چندان است وقتی در نظر بگیریم که واقعا خطرناکه کاری که این جوانان و این مردم دارن در اونجا میکنن و حرفهایی که میزنن خطر جانی براشون داره، میدونید؟ ولی در نتیجه به اهمیت حرفی که دارن میزنن، فریادی که دارن میزنن، باید دو چندان پی برد، برای اینکه این اون فریاد خطرناکه. با توجه به همه اینها من باز هم میگم که این رهبری در حال شکل گیری است، باید شکل بگیره. من تاکید دارم رو گذاشتم روی ضرورت رهبری، ضرورت رهبری، نه روی به اصطلاح هویت رهبری. گفتم رهبری، رهبری سیاسی یک جنبش ضروری است، نسسیته است به قول فرانسوی، و اختلاف نظر خودم رو بیان کردم با کسانی که میگن نه ما رهبری نمیخوایم. 10 میلیون نفر مثلا آمدن در خیابان ها، 10 میلیون رهبر داریم. خب این حرف پرت و پلاست به نظر من، ولی انگشت رو گذاشتم رو ضرورت رهبری. و پیشتر هم در یکی چند برنامه پیش با شما صحبت کرده بودم، گفتم که ببینید من مشروطه خواهم آقای میبودی، و از زاویه مشروطه خواهی گفتم که شخص پادشاه مالک نهاد پادشاهی نیست، پاسدار نهاد پادشاهی است. نهاد پادشاهی مالک کشور نیست، پاسدار کشوره. در مشروطه پادشاه قانون نیست، قانون پادشاهه. این اون چیزیست که ما میخوایم، من میخوام لااقل از زاویه دید خودم این اون چیزی که من میخوام بسازم. وقتی که این چیزیست که میخواید بسازید، وقتی که این به اصطلاح سقف اون حکومت مردم، از مردم و برای مردمه، در چنین معماری سیاسی که بهش مشروطه میگم و میگم سقوط 57 حرکتی ضد مشروطه بود و خیزش الان رنگ مشروطیت داره و مانند مشروطیت از چهار گوشه جغرافیای پهناور ایران شروع شده و داره میره به طرف تهران، میگم در چنین معماری سیاسی شما به یک مدنیت نیاز دارید، چه امروز چه فردا. این مدنیت رو هم امروز باید ساخت هم فردا باید ساخت. این مدنیت اساسش روی شونه های چهره هاییست و نهاد هاییست و نهایتاً چهره هاییست که از درون جامعه ایران بلند میشن و بهش میگیم جامعه مدنی، که باید بهش شکل داد. به صورت پراکنده اینجا آنجا وجود داره، ولی نمیشه انتظار داشت که زیر 40 سال استبداد و خفقان و خاوران و کهریزک و اوین و شکنجه و کشتار حکومت اسلامی در ایران، حکومت ولایت مطلقه فقیه در ایران، حکومت فرقه تبهکار حاکم در ایران، نمیشه انتظار داشت که جامعه مدنی به اون صورتی که ما اینجا شناختیم وجود داشته باشه. در نتیجه جامعه مدنی هم یک پروژه ملی است، باید ساخت، ولی از همین امروز باید ساختش. من این رو در قالب همون، در همون قالبی میبینم، در چارچوب همون معماری میبینم که بهتون گفتم. در نتیجه شکلگیری رهبری به نظر من باید این دو چیز رو در ذهن داشته باشه. و فراموش هم نکنیم که مشروطه در 100 سال پیش، در 1905 تا 1909 میلادی، اون هم روی دوش ایرانیانی بود که از دل جامعه ایران بلند شده بودن، از دل اون چیزی که امروز میتونیم بهش بگیم جامعه مدنی و مدنیت ایران بلند شده بودن. ایران دوست بودن و حکومت قانون میخواستند و میخواستند دست اجنبی رو از کشور کوتاه بکنند، و این همون کاری است که ما میخوایم امروز بکنیم. یعنی حکومت مردم، از مردم و برای مردمی که میگیم، من مشروطه خواه وقتی این حکومت رو زیر سقف مشروطه خواهی میگذارم، از دید خودم همون چیز رو میخوام، ساختن یک مدنیتی که برای مردم ایران رفاه بیاره،
و منافع ملی ایران رو تابع خواست روسیه یا حزب الله یا منافع این انترناسیونال شیعه نکنه. در نتیجه نمیدونم نکات مهمید، چون رهبری که میگید این موضوع بسیار 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 بسیار, بسیار مهمی است. در نتیجه مسائل مهمی رو پیش میکشه. امیدوارم که تونسته باشم توضیح داده باشم نقطه نظر خودم رو. اگر گفتید به من زنگ بزنم بگن چیکار باید کرد، خیلی خیلی کوتاه بگم. بار دیگه به مخاطبان آمریکایی یا اروپایی که زنگ بزنن نزنن یادآوری خواهم کرد که یک اصل مهم در رابطه مسئله سیاست و روابط سیاسی و دیپلماتیک همون چیزی است که بهش میگیم reciprocity، یعنی تقابل به مثل. یعنی اگر آقای ظریف یا آقای روحانی یا هر کس دیگری میآید در نیویورک مثلا با فورین کانسل صحبت میکنه یا با دانشگاه جان هاپکینز صحبت میکنه با دانشجو فلان، reciprocity باید بشه، تقابل به مثل باید بشه. یعنی آقای تیلرسون باید بتونه بره دانشگاه تهران با دانشجویان ایرانی صحبت بکنه. تا موقعی که این تقابل به مثل رو امضا شده نگرفتن از آقای ظریف، آقای روحانی، ظریف و روحانی یا هر کسی دیگه حق نداره بیاد جان هاپکینز یا جای دیگه صحبت بکنه. موقعی میتونه بیاد که تیلرسون هم بتونه بره اونجا صحبت بکنه. نکته دیگه رو که ازشون خواهم خواست، یکی این مسدود کردن حساب‌های سرانه. حساب‌های سران رو باید مسدود کرد در خارج، شناسایی و مسدود کرد، از خامنه‌ای گرفته تا اعضای تشخیص مصلحت تا خبرگان و دیگران تا دولت آقای روحانی. و یکی دیگه این که فشار بر نظام برای و سفراشون که برسه به گوش روحانی و برسه به گوش خامنه‌ای که از خشونت پرهیز کنید، چون هزینه بسیار سنگین خواهد داشت و این هزینه رو پرداخت خواهید کرد. یعنی فکر نکنید که میتونید برید جای پنهان بشید. حتی اگر در غارهای ونزوئلا برید پنهان بشید، پیداتون خواهند کرد و تنبیهتون خواهند کرد. اینو باید خوب بفهمند که مسی که لااقل در این زمینه اقداماتی صورت گرفته از جانب برخی مقام‌های اروپایی. تشکر می‌کنم. ممنونم. خواستم حرف آقای دکتر رامین فرهام اینی که ما با گذشته خدافظی کردیم. اصلا ایران وارد یه فاز جدید شد، یک مرحله جدید، یک دوران جدید، عصر جدید، و ما باید یک مدیریت ماندگار برای این سرزمین رو فراهم بکنیم، چون مدنیت جدیدی شکل گرفته. تا به حال وضعیت ما فرق میکرده همینان. از امروز با توجه به خواست مردم ایران داریم، صدای مردم رو هم میشنویم، شون میده که اونها به آینده چشم دوختن. تا به حال نظام هایی که در ایران بر سر کار بودن به گذشته فکر میکردن، علاقمند بودن که گذشته رو به حال انتقال بدن، از دوره صفوی به تا به امروز. تا به امروز که حکومت جمهوری اسلامی دیگه، اینا خیلی مصرن که ما رو برگردونن به صدر اسلام، یعنی حرکت به سمت عقب. نسلی در ایران پدید آمده که نگاهش به آینده است. خب نگاه آینده فرصت های تازه رو میطلبه، ظرفیت های جدید پدید میاره، مدیریت ماندگار، مدیریت ماندگار خیلی مهمه. و اینکه ما دیگه باید بر پایه اصول دیگر و پرنسیپ های دیگری زندگی کنیم، کاملا جدید، همپا با دنیای متمدن امروز. چون پیامی هم که از ایران میرسه پیام های دوستی برای دنیاست. مردم ما کسی دشمنی ندارن، کسی خصومت ندارن. و حالا سوالم از دامان عزیز اینه که دامان جان، آقای گل، فکر میکنید انقلاب ایران در همین جا، در یعنی در چهار دیواری ایران بمونه؟ اگر بشه اسمش، امیدوارم انقلاب نباشه دیگه، چون ما سابقه خوشی از انقلابات و نتایجشون نداریم. دوست دارم بگم این تحول عظیمی که در مملکت ما رخ داده، این خیزش، این جنبش که به سمت آینده در حال حرکته، در اینجا متوقف میشه در ایران یا نه تمام خاورمیانه رو میپوشونه و به سمت کشورهای دیگه هم پیش میره؟ چون ترک ها اولین کشوری بودن که احساس وحشت کردن، احساس ترس کردن. ببینید، اگر ما نگاه کنیم به تاریخ 100 ساله گذشته، ایران اولین کشوری بود که در خاورمیانه با انقلاب مشروطه تبدیل به دولت ملت شد در 1906، و خبرهایی هست که روزنامه تایمز در لندن در 1914 نوشته بود که ما باید از
مجلس ملی ایران طرز مناظره رو بیایم یاد بگیریم. تصور بکنید داره روزنامه می نویسه که قدمتش حداقل 200 ساله در اون موقع و تأثیر گذاشت، تأثیر خودش رو در خاورمیانه واقعا گذاشت، همچنین که تأثیر انقلاب اسلامی، تأثیر ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر مصدق، همه اینها در خاورمیانه به عنوان کشور ایران، به عنوان کشوری که در خاورمیانه در قلب اون قاره قرار داره، قاره آسیا قرار داره، طبیعتاً خیلی تأثیر میذاره. و من فکر میکنم که ما یه مقداری باید توقع خودمون رو هم درست سنجی بکنیم، یعنی قبول بکنیم که این تازه آغاز کاره و راه طولانی داریم، چون جمهوری اسلامی هم طبیعتاً از اتفاقات در سوریه، از جاهای دیگه، از خود انقلاب یاد گرفته که بتونه با اینجور کشتارها، با رعب و وحشت، در این حال با هزار و یک روش بتونه سعی کنه که ماندگاری خودش رو تثبیت بکنه. ولی در این حال این راه دراز آینده روشنی داره اگر ما به این شعارها نگاه بکنیم و به این جوانانی که در ایران هستن. ببینید نیمی از ایران زیر 45 ساله، این خیلی واقعا زیاده و آینده خودشون رو جلوی خودشون دارن و نه گذشتشون رو، و این آینده رو جلوی خودشون داشتن به این معنی هستش که طبیعتاً تأثیر خیلی زیادی هم در خاورمیانه خواهد داشت. ایران همیشه تأثیر داشته در دنیا. حالا این میدونید توماس جفرسون، یکی از نویسندگان قانون اساسی آمریکا، از استفاده کرده از تاریخی که به عنوان زندگی نامه کوروش نوشته شده برای نوشتن قانون اساسی آمریکا، این تأثیر تمدن ایرانی است. متاسفانه در این 40 سال این تمدن با جمهوری اسلامی تأثیر دیگه ای رو داشته، تأثیر شیعه، تروریسم شیعه رو داشته در خاورمیانه و در جاهای دیگه. ولی من فکر میکنم تحولی که در ایران انجام بشه، اگر ما این شعارها رو قبول بکنیم که ایران بیریهاش اومده بیرون و نگاهی که ایرانی‌ها به خودشون دارن و به آینده دارن با تجربه های گذشته، طبیعتاً تأثیر خیلی مثبتی رو در مورد مبارزه با اسلام سیاسی و به سوی دموکراسی و حقوق بشر من فکر میکنم در خاورمیانه خواهیم دید. تشکر میکنم. عمیانه هم نشانهاش هم پیدا شده. یادتون باشه روز نخست سال، یعنی اول ژانویه، کیم یونگ اون رهبر جوان کره شمالی یک سخنرانی میکنه، آمریکا رو تهدید به جنگ اتمی میکنه. روز اول ژانویه تظاهرات در ایران ادامه پیدا میکنه. یکی از متحدان سرسخت و حامی پرپاقرص پیونگیانگ تهرانه. تظاهرات باعث میشه که دو روز بعد از اون حکومت کره شمالی اعلام میکنه من آماده مذاکرم، چون دیگه میدونه به متحد خودش نمیتونه تکیه بکنه، تنها متحد خودش در جهان. کوتاه میاد، دیروز هم که با هم دیدار داشتن با کره جنوبی، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد با کمال میل اگه لازم باشه ما تلفنی هم آقای کیم یونگ اون صحبت میکنیم. این آقای ترامپ سا یکی اینه، یکی پیام های دوستانه اپوزیسیون سوریه به مردم ایرانه. تا چند روز پیش اینا دشمن ایرانی ها بودن و دائما درگیری وجود داشت. یکی خوشحالی زاید الوصف گروه های شیعه سکولار در عراقه که از اتفاقات زیادی افتاده خیلی خوشحال شدن و مطمئنن در دوره بعد برنده میشن در انتخابات. آمریکاییان به عراقی ها هشدار دادن اگر تمکین بخواید بکنید از رژیم جمهوری اسلامی و نفوذش رو بپذیرید، 5 سال دیگه این سرنوشت خود شما میشه. یعنی مردم در خود عراق بینیزن به خیابون ها، وضعیت اقتصادی شما میشه و بده این وضعیت اقتصادی اینا. ببین چقدر وضعیت ایران اسفباره که اگه عراقی ها این راه رو طی بکنن 5 سال دیگه تازه میرسن به افلاس ما و این وضعیت فلاکتباری که در مملکت و میهن ما وجود داره و ده ها اتفاق دیگه. مثلا عقب نشین آقای مکرون در گفتگو تلفنی با آقای ترامپ پذیرفت این به اصطلاح حقانیت مردم ایران رو و مبارزات اونها رو و اعتراض به توسعه عملیات تروریستی توسط تهران در سطح منطقه خاورمیانه. همین الان اینا تاثیراتش بوده، تاثیرات آنی و فوریش
برمیگردیم با آقای دکتر رامین پرهام عزیز هستیم، همینطور آقای دکتر دامون گوریس، یکی در فرانسه یکی در هلند. رامین پرهام عزیز و دکتر دامون گوریس، آقای دامون گوریس فیزیک و مکانیک خوندند، فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه تدریس میکنند. آقای دکتر رامین پرهام عزیز ما هم که در ایالات متحده آمریکا درس خواندن، همینطور در فرانسه، در دو کشور. خب از این لحظه برنامه در اختیار شماست، این شماره تلفن استودیوی ماست. فقط تمنا میکنم کوتاه مفید و مختصر سعی کنید که از وجود دو شخصیت متفکر بهره گیری کنید. وجودشون مغتنمه. 818-342-30-31 ممنون، سپاسگزار. میرم رو خط شماره یک. درود بر شما، بفرمایید. روزتون بخیر باشه. روز شما بخیر. بفرمایید سرخواه. میخواستم یه تشکر بسیار بالایی از شما داشته باشم، چون سوال سالهای منو امروز یعنی پاسخ گرفتم ازش. و اون تفاوت بین دو نسل گذشته و نسل جوان عصر حاضر، که واقعا وقتی که شما سوال میفرمایید، نسل گذشته ما در حاشیه حرف میزنن با ما و نسل حاضر ما رک و سریع صحبت میکنن. البته صحبت من درباره اون سوالی که شما فرمودین در مورد رهبری، راستشو بخواین من از حرفای آقای دامون راحت مسئله رو گرفتم، ولی با حاشیه پردازی سنگینی که آقای پرهام کردن، واقعا شنوندهشون رو توی یک خلأ کامل راجع به اون اصلا نظریهشون که خب میخواستم مخالف بودم، میخواستم بگم مخالفن. چه راحت به ما احتیاج داریم آقای میبودی، کسانی که الان با ما صحبت میکنن و ما وقت صرف میکنیم و پای این تلویزیون میشینیم، دیگه فکر نمیکنی زمان اون رسیده که روش با مردم صحبت کنن و اینقدر زمین پردازی نکنن. سپاسگزارم و من خیلی خوشحالم که آقای دامون رو امروز شناختم و سپاسشو به شما میگم. تشکر، ممنونم. بله من استنباط من اینه که هر دو یک حرف زدن. هر دو یک سخن گفتن. یکی بیشتر پرداخت که معنا کنه برای شما وضعیتی که از این پس ایران خواهد داشت. آقای پرهام عزیز بفرمایید. خیلی متاسفم اگر ایشون یه سری ظرافت های مسئله رو حتما من بد توضیح دادم ایشون نفهمیدن، ایراد کار من بوده، ولی به هر حال ظرافت هایی در کار هست که باید اونها رو در نظر گرفت و باید همواره اونها رو مد نظر داشت. چجوری بگم، کاسه یه داختر از آش نمیشه شد. اشتباهاتی رو که در مراحلی به وجود اومده شده، اشتباهات رو تکرار نمیشه کرد. و همونطور که آقای میبودی صحبت جالب رو مطرح کردن که نظامی رو که باید ساخته بشه در ایران باید یک نظام سیاسی پایدار باشه. نظام سیاسی پایدار معماری خودش رو داره، ظرافت‌های خودش رو داره، سختی‌های خودش رو داره و از همین امروز هم باید پایه هاش گذاشته بشه. نمیشه فرد سب کرد تا فردا. میدونی چی میگم؟ و این همه در از دید من و در این 100 ساله گذشته و در ادبیات سیاسی ما ظرف گفتمانش و تئوریکش و نظریش رو بهش میگن مشروطه. حالا اگر این بیننده محترم با این ظرف، با مشروطه و با محتوای اون مشکل دارن، مشکل خودشونه. آره حرفی که آقای دکتر پرهام میزنه که به نظرم بسیار اثر تفکر، این شالوده کار رو ایشون
شما دارید راجع به چراغ صحبت میکنید، چراغی که از سقف آویزان. این جامعه سقف میخواد، این جامعه بدون سقف. سقف ما داریم راجع به چراغ صحبت میکنیم، آقای رامیر برای راجع به سقف داره صحبت میکنه. ما باید در فکر یک سقف ماندگار، بنای ماندگار باشیم، چون وارد یه عصر جدید شدیم که کاملا با گذشته متفاوت، یه عصر طولانی. این در وجود افراد خلاصه نمیشه. ما باید به فکر، و البته هر شخصیتی میتونه چه چلچراغ این سقف باشه در حال حاضر. و همینطورم که ایشون گفتن الان در یکی از شخصیت‌هایی که مردم ایران اسمش رو میبرن، شاهزاده رضا پهلوی است، جوان‌ها در ایران اون رو صدا میکنن. در واقع ایشون چراغ اون سقفه. آقای رامین پرهام داره به احداث سقف صحبت میکنه. امیدوارم متوجه این نوانس شده باشید، چون خیلی مهمه که موقع دچار سوء تفاهم نشید. درود بر شما، بفرمایید. آقای مهبودی اوقاتتون بخیر. قربان شما، درود بر شما، بفرمایید. ببینید آقای مهبودی، این چراغی که شما میفرمایید شاید بتونه 20 تا چراغ داشته باشه. بنابراین این رهبری های فردی که خودش یه دیوار بوده با تجربه های گذشته، اینا من فکر میکنم دیگه، حالا اینکه توی یه شهر ایرانی، دو تا شهر ایرانی مقایسه یه نفر رو میگیرن بر اساس همون 40 چراغ شما، حالا اگه اون 40 تا چراغ هم نه 10 تا چراغ هم داشته باشه، یه شورای رهبری سیاسی مرکب از 15 نفر میتونه همه این مسائل رو دور بزنه. و خب هر کسی از این 15 نفر شعور و حکمت و شجاعت و همه اون چیزهایی که باید یه نفر بیشتر داشته باشه تو اون جمع بیشتر به چشم میاد. در ضمن همه اون خلاه هایی که این فرد به اصطلاح میتونه داشته باشه به وسیله اون دیگران پر میشه. از اون برم ما خیالمون راحته که دیگه اگه یه فرد به هر دلیلی، حالا دیگه من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، به هر دلیلی اون شاخصا رو در یه زمان نداشته باشه، اون خلاه میتونه به وسیله اون 9 نفر یا اون 14 نفر بقیه پر بشه. اینه که این چیزی که شما در ضمن اون سقف هم بالاخره 4 تا از بهترین کشورهای دنیا این قانون اساسی هاشون رو یه شب میشه کپی کرد. اینا مسئله نیست، اینا مسئله اینه که آقا توی خارج از کشوری که ما دیگه هیچ بهانه‌ای نداریم، آقا این تابو رو بشکنیم. بسیار خوب، تشکر میکنم، ممنونم. امیدوارم دیگران از این پس از ما کپی کنن دیگه، ما کپی کار نباشیم، دیگران کپی کنن. به هر حال نمیخوام قضیه رو سیاسی کنم، ولی رامین پرهام داره راجع به خشت و دیوار و سقف تاریخ ما سخن میگه. و دامون جان نظرتون رو میخواستم، 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم، بفرمایید. خواهش میکنم. اولا من عرض کنم خدمتتون که تفاوت سنی من و رامین عزیز، دوست عزیزم، کلا فکر نمیکنم بیشتر از 4 سال باشه. این یک. دوم این که من و رامین با هم کاملا هم نظریم و از این جهت تفاوت نظری نداریم، ولی خب میدونید برای اینکه مکمل هم باشیم امروز سعی کردیم که اینجوری این قرار رو بذاریم با هم که اینجوری صحبت بکنیم امشب کنار شما. ولی دور از جدا از شوخی، ببینید یه واقعیتی که وجود داره دوستان عزیز، فکر میکنم همه ما سیر ترشی خیلی دوست داشته باشیم و برای سیر ترشی انداختن و آخر سر سیر ترشی رو میل کردن وقت میخواد، یعنی طول میکشه تا اینه که از درون یک جامعه و یک جنبشی از توی اون بشه رهبری به وجود بیاد. من عرضی که کردم خدمتتون این بود که ما شخصیتی داریم که یه حد اقلهایی رو سرش به توافق رسیدن مردم، اگر واقعا از رژیم جمهوری اسلامی بخوان عبور بکنن و بخوان به یک تغییر جدی بخوام برسن، و این شخصیت رو تعدادی از شهرها، تعدادی از جمعیت‌ها اسمش رو نام بردن و ایشون شاهزاده رضا پهلوی هستن. این خیلی فرق می‌کنه با اینه که آیا در آینده هم همیشه خواهد بود، نبود. دقیقاً صحبتایی که رامین عزیز مطرح می‌کرد همینه، یعنی اینه که بایست این رو از دل این جور جنبش‌ها به وجود آورد و این دوتا مکمل هم کاملاً. اگر من اینو نام بردم از این جهت بود که اشاره بکنم که ما شخصیتی رو داریم که بشه روش حساب باز کرد، ولی اینکه در آینده چجوری خواهد بود بستگی به این روند داره و این خیلی مهمه. از این جهت من مثال سیرتورشی رو زارم بگم، باید انداخته بشه، طول میکشه تا اینه که بخواد به بار بشیم. تشکر میکنم، ممنونم. رابطه ناخدا و کشتی، آقای رامین برام از ساخت کشتی سخن گفت.
و دامون عزیز گفت که این کشتی میتونه ناخداش شاهزاده رضا پهلوی باشه. این تفاوت بوده دیگه. تشبیه دیگه نمیتونم پیدا بکنم. خیلی سپاسگزارم از شخصیت نازنین امیانان. هم متاسفانه فرصت نشد تعدادی بیشتری بیان روی خط. اونایی که روی خطوط موندن صمیمانه‌شون عذرخواهی میکنم. رامی جان تشکر میکنم. دامون جان الو جان من شما صداتون دارم. سپاس تشکر تا دیداری دیگر. ممنون. از سارا ایرانی عزیز سپاسگزارم خیلی زیاد. همینطور از امیر شهرتی ارجمند که برنامه امروز رو مثل همیشه درجه یک هدایت کرد.